الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله علي ولي حوزه قشنگ شرکتی فرار میکنن. بله در جنگ آقا جان اتفاق میفته، بعضی از اصحاب نافرمانی کردن، خب در پیام رسول الله رو کشم و کم نگرفتن، آمدن پایین به غمه مشغول شدن. بله حضرت عمر اگه میگیم فرار میکرد آقا جان، من نگفتم ببینید در عقب نشینی میکنن، فرار میکنن جنگ آقا جان، فرار میکنن میره عقب دوباره در مرحله خودش استانی که دوباره حمله میکنه. این شاهی میگه ولی خب خداوند یک دستوری داره برادر گرامی. ببینید دستور خداوند در سوره انفال آیه 15 و 16 این هست: یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اگر با ای کسانی که ایمان آوردید هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبرد روبرو شدید به اونها پشت نکنید، فرار نکنید. خدا دستور میده که فرار نکنید، اما شما میگید فرار کردن اشکالی نداره. باز روایتی در صحیح بخاری هست که هر کس از جنگ فرار کنه برای همیشه در جهنم خواهد بود و خداوند هم میفرماید هر کس فرار کنه فقط با به غضب من الله و مأواه و جهنم و بئس المصیر. سوره انفال آیه 15 و 16 با این آیات چیکار میکنی شما؟ اجازه بدید شما قبل از این تماس من با برادری تماس داشتیم که میگفت مستاق آیه یا ایو الذین قرار بگیره از وقت علی امیر المومنین امیر المومنین در رأس این آیه است. پس اینجا طبق آیه که شما میگی از وقت علی هم در رأس بوده، پس از وقت علی هم فرار میکنه. باز اینجا روایت پیغمبر آیه قرآن اینجا اینطوری میگین، باز اینجا روایت استدلال به حدیث میکنی. اجازه بدید توضیح بدم. قطعا امیر المومنین شامل این آیه است و امیر المومنین خداوند بهش دستور داره ای امیر المومنین، ای کسی که سرور همه مؤمنان هستی مبادا از جنگ فرار کنی. و امیر المومنین از دستور خداوند اطاعت کرده و تا آخرین لحظه جان خودش، تا آخرین قطره خون خودش از پیغمبر دفاع کرده و لحظه فرار نکرده. اما بقیه شامل بقیه مؤمنین هم میشن. متاسفانه بقیه مؤمنین فرار رو برقرار ترجیح دادن به جای اینکه بیستن و با دشمن بجنگن، اما متاسفانه فرار کردن. حالا توضیح رو شنیدین؟ خداوند در مورد اینهایی که فرار کردن چی گفت؟ فرموده فقط با به غضب من الله و مأواه و جهنم و بئس المصیر. یعنی اینا دیگه جهنم نمیان. قطعا همینه خدا گفته. من که آیه قرآن کریم هست شما جواب ندادین که اونجا میگین شما اینجا دارین دو جور آیه رو تفسیر میکنین. نه یه جوره، دقیقاً یه جوره. اینجا میگین جای الذین آمنو حضرت علی در رأس. بله. باز اینجا میگین نه حضرت علی رو گفته شما بشین. اینا شما از کجا استفاده کردید؟ شما قاطی کردید. مشکل در نه من قاطی سخت مشکل روایت رو سخت کرد. ببین آیه چی میفرماید؟ ای کسانی که ایمان آورده فرار نکنید. این آیه هم شامل امیرالمومنین میشه، هم شامل سلمان و ابوذر و مقداد و همه صحابه میشن، همه اونایی که مؤمن هستن میشه. میگه فرار نکنین. امیرالمومنین و فلانی و فلانی و فلانی فرار نکردن، اما بعضیا فرار کردن. اونایی که فرار نکردن خداوند پاداش به اونها خواهد داد قطعا، و امیرالمومنین فرار نکرده. اما اونایی که فرار کردن فقط با به غضب من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. متوجه شدین الان؟ خب این کسانی که شما میگی فرار کردم. بله. از آیه المهاجرون انصار و مهاجر از سابقون این بله. این جریانش چی میشه؟ اونجا خدا اندازی رو تعریف میکنه. میگه اگر عمل صالح انجام مهاجرینی که عمل صالح انجام داده باشن خداوند برای همیشه از اونها راضی است و اونها از خداوند راضی هن. اما کسانی که در جنگ بعد حضور داشتن از سابقون الاولون بودن، اما متاسفانه آمدن مسجد ضرار رو تشکیل دادن. بعضی از اصحاب بعد جز از سابقون الاولون حسن آمدن به همسر پیغمبر تهمت فحشا زدن، خداوند قطعا از اونها راضی نیست. اینجا خداوند مطلق نفرموده من از همه مهاجرین از همه انصار راضی هستم. خداوند کسایی را که حتی تهمت هم زدن بخشید. کجا بخشید؟ کجا داره که بخشید؟ تو آیه قرآن میگه آیه شده خونه برده بگیرم آیه شو اگر آیه شو اگر آیه شو بخونی که خداوند اونها رو بخشیده من خدمتتون هستم. اومد نزنید تحقیق بکنید. بله آیه شو میشه بفرمایید کجا بخشیده اونایی که به من الان قرآن متاسفانه من کارگرم قرآن دم دستم نیست. از شیخ صدوق هم یک عبارتی رو بیارم. کتاب علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق در همون جلد اول صفحه 14 روایتی رو نقل میکنه از امام صادق سلام الله علیه. میگه در روز احد
انهزم اصحاب رسول الله حتی لم یبق معه الا علی بن ابی طالب و ابو دجانه. امیر المؤمنین وقتی دشمن به او حمله می کرد، آقا امیر المؤمنین حمله ها را از نبی مکرم دفع می کرد تا اینکه جراحات زیادی وارد شد. انکسر سیفه، شمشیر علی در جنگ احد شکسته شد. فجاء الى النبي فقال يا رسول الله ان الرجل يقاتل بسلاحه، مرد با شمشیرش می جنگه، من شمشیرم شکسته شد. پیغمبر شمشیر خودش که ذوالفقار بود به علی داد. فما زال يدفع به عن رسول الله حتى اثر وانكسر فنزل عليه جبرائيل وقال يا محمد ان هذه لمصابات لهي المصابات. علی با شمشیر پیغمبر جنگید و خودش رو فدای پیغمبر کرد. جبرائیل نازل شد که یا رسول الله، اینه میگن مباسات، اینه میگن ایثار، اینه میگن از خود گذشتگی. فقال النبی انه منی و انا من علی، از من، منم از علی هستم. جبرائیلم گفت و انا منکما، منم از شما هستم. جالبه دیدن در این حین یک صدایی از آسمان میاد، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوان مردی جز علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نیست.